بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی اهل بیته و اللهم علی اعدائهم اجمعین. قال الله الحکیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون. یکی از آیات قرآن کریم که دلالت می کند بر زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، این آیه شریفه از سوره قصص آیه پنجم و ششم است. شاید بتوان گفت یکی از شورانگیزترین داستانهای قرآنی که حدود 250 آیه را از قرآن کریم به خود اختصاص داده، قضیه قوم بنی اسرائیل و احوال فرعون و فرعونیان است که در حدود 250 آیه خداوند کریم حالات قوم بنی اسرائیل و احوال زمان فرعون، ستمهایی که فرعون و فرعونیان بر مردم داشتند، ظلمی که به واسطه اون ظلم مردم همه در ناراحتی و خوف بودند بیان می‌فرماید. در همین آیه شریفه قبل از این آیه که ما تلاوت کردیم، قرآن کریم درباره فرعون این چنین می‌فرماید: ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. فرعون علو کرد بر روی زمین، تکبر کرد، بزرگی نشون داد و اهل و قوم خودش را طایفه طایفه کرد، متفرق کرد. یستضعف طایفه منهم، عده از اونها را مستضعف کرد، به اونها ظلم کرد، ستم کرد. یذبح ابناءهم، به طوری که فرزندان اونها رو میکشت، ذبح میکرد پسران اونها رو. و یستحیی نساءهم، و زنهای اونها را هم به بردگی میگرفت، به بدترین وضع اونها را شکنجه میداد. انه کان من المفسدین، او از مفسدین بود و کسانی که بر روی زمین فساد می کردند. خب، در این آیه شریفه مطالب گفتنی بسیار زیاد است که اگر ما بخواهیم واردش بشیم جدن زمان بسیار زیادی رو می طلبه که اون مطالبی رو که در تفاسیر اهل بیت علیهم السلام است در این باره خدمتتون عرض کنیم. اونی که از این آیه شریف ما میتوانیم استفاده کنیم در مرحله اول، اون این است که فرعون اونقدر مردم رو اذیت کرد و شکنجه کرد و قوم بنی اسرائیل رو در استضعاف قرار داد
که دیگر شاید بتوان گفت در تاریخ نظیر ندارد. فرزندان آنها وقتی که به دنیا می آمد، اگر می شنیدن ولو اینکه اون بچه در گهواره بود، او را ذبح می کردن، از بین می بردن، زنهای اونها را به اسارت می گرفتن، با مردانشون مانند اسیر و برده رفتار می کردند و سالیان سال این ظلم و ستم فرعون ادامه داشت تا بالاخره مردم از ظلم و استبدادی که این شخص داشت به سطوح آمدند و همه به درگاه خداوند متعال رفتند و زجه و انابه و زاری کردند و واقعا از خدا خواستند که اون مصدهی که بناس بیاید و اونها رو نجات بدهد، زودتر اون مصده رو به دادانها برساند. لذا در روایات داریم که حضرت موسی بنا بود سادیان سال بعد ظهور بکنند و خداوند متعال این نبی خودش رو برای نجات بنی اسرائیل بیاورد. اما به خاطر دعایی که مردم کردن و به خاطر استجابت دعا، حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام زودتر از اون موعد آمدن و بنی اسرائیل رو از شر فرعون و فرعونیان نجات دادن. نکته اول، اینها در استضعاف بودن، در ناراحتی بودن، اما خواست خدا و سنت خدا بر این گرفت که کسانی که سالیان سال در سختی بودند، اینها خلیفه خدا بر روی زمین بشن و وراثت زمین در اختیار اونها قرار بگیره. لذا آیه می‌فرماید بعد از این که فرعونیان این چنین کارهای زشتی را انجام می‌دادند، بعد می‌فرماید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم، خداوند می‌فرماید که منت بگذاریم بر کسانی که مستضعف شدند، خار شدند در چشم فرعون و فرعونیان و اونها رو کوچک کردند، ما اراده کردیم بر این مستضعفین که منت بگذاریم برای اونها و نجعلهم ائمه، اونها رو امام قرار بذاریم، اونها رو پیشوای مردم بکنیم. این کسانی که سالیان سال در حالت استضعاف بودن، خداوند اونها رو اونقدر مقامشون رو بالا برد که اینها برعکس پیشوایان مردم شدن. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، و اونها رو وارث روی زمین قرار دادیم. آنچه که در روی زمین بود از برکات و از منابع و از معادن، همه را در اختیار اینها قرار دادیم و اینها با صلح و صفا و صمیمیت و آرامش در زیر سایه یک نبی از انبیای الهی به نام حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام زندگی می کردن به راحتی و با امنیت کامل. بعد می فرماید بعد از این آیه قرآن کریم می فرماید که و نمکن لهم فی الارض، ما زمین رو به اونها دادیم، مکنت زمین، قدرت زمین، حکومت رو در اختیار اونها قرار دادیم. و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. و بعد به فرعون و هامان، فرعون که پادشاه بود، انا ربکم الاعلا می گفت، ادعای خدایی می کرد، و هامان که وزیر او بود، و جنودهما و لشکریان این دو
ما بهشون نشان دادیم ما کانو یحذرون، آنچه که از اونها میترسیدن، آنچه که از اونها حذر میکردن. فرعون میترسید از عذاب الهی، بالاخره اون عذاب الهی به آنها رسید و اونها با اون وضع بسیار فلاکت انگیزی از بین رفتن و برای جهانیان نشانه شدن و عبرت شدن تا به امروز، که خداوند متعال اگر بخواهد حکومت ظالم را از بین خواهد برد و به جای او مظلوم را بر سر اونها حاکم می کند. این آیه شریفه ظاهرش و عرض کنم که تنزیلش درباره حضرت موسی علیه السلام و پیروان اون حضرت و از طرف دیگر درباره فرعون و فرعونیان است. این روشن. و اما این آیه رو ما امشب خدمتتون عرض کردیم برای اینکه بگوییم که یکی از آیات مهدوی که می توانیم از او استفاده بکنیم درباره ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف از همین آیه شریفه قرآن است و اونم از روایات متعددهی که در تفاسیر ما و حتی در بعضی از تفاسیر اهل سنت وجود داره. اولا استضعافی رو که در زمان موسی برای بنی اسرائیل بود، همین استضعاف برای اهل بیت علیهم السلام وجود داشت. یعنی همون طوری که زمان حضرت موسی پیروان حضرت موسی در کمال خوف، در کمال زحمت و شدت بودند، اهل بیت علیهم السلام و پیروان اونا هم در فشار، در زحمت و در ناراحتی بودن. لذا ما میبینیم که در این باره از امام صادق علیه السلام مفضل روایت کرده، عن المفضل قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. مفضل که میدانید یک کتابی داره، توحید مفضل، معروفه، بسیار کتاب خواندنیست و لازمه که هر یک از آقایان اهل حتما این توحید مفضل را بخوانند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، میگوید از امام صادق صلوات الله و سلام علیه شنیدم، یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عالی قدر اسلام، نظر الى علیین والحسن والحسین علیهم السلام. در مجلسی بودم، پیامبر نگاه کردن به صورت مبارک آقا امیر المؤمنین و آقا امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین. چهره تابناک این ائمه معصومین رو نگاه کردن، فبکا، بعد پیغمبر گریه کردن، اشک ریختن، ناراحت شدن و قال انتم المستضعفون، انتم المستضعفون بعدی، شما بعد از من مستضعف میشوید. مردم جور دیگری به شما نگاه میکنند، حق شما را میگیرند، حق شما را پایمال میکنند، شما را در میان مردم ضعیف جلوه میدهند، مستضعف میشوید، ناتوان نگاه داشته میشوید، قدرت را از شما میگیرند. قال المفضل، مفضل میگه عرض کردم خدمت امام صادق، فقلت له ما معنا ذلک یا ابن رسول الله، معنای این که امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین
مستضعف میشوند بعد از پیغمبر چیه؟ ما معنا ذلك. قال معناه حضرت فرمود انکم الائمه بعدی، یعنی شما بعد از من امامان این امت میشوید. نتیجه استضعاف همان است که بعد از استضعاف خدا میفرماید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، اول استضعاف، نجعلهم چی؟ ائمه. یعنی شما مستضعف میشوید، امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام را حقش را میگیرن، جنگ های مختلفی را با این وجود مبارک خلیفه بلافصل پیغمبر به راه میاندازن تا در محراب عبادت شهیدش میکنن. امام حسن و امام حسین را این همه ناراحتی و مشکلات رو برای اینها و برای شیعیانشون پیش می آورن که میشن مستضعفی که قرآن کریم در این آیه بیان میکنه. بعد از استضعاف نجعلهم ائمه، این امامان معصوم میشن چی؟ میشن امامان برای مردم و زمین رو ما در اختیار اونها قرار میدهیم. بعد می‌فرماد پیام امام صادق علیه السلام استشهاد کردند به همین آیه شریفه سوره قصص آیه 4، ان الله عز وجل یقول و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. استشهاد کردن به این آیه شریفه. بعد می‌فرماید که فهذه الآیه، امام صادق علیه السلام، جاریتون فینا الى یوم القیامه. خیلی حدیث مفصل و حدیث بسیار مهمیه. فهذه الآیه، این آیه فقط مال زمان موسی نبوده علیه السلام، این آیه جاری شده در باره ما، فینا الى یوم القیامه، تا روز قیامت که انشاءالله زمین رو ائمه معصومین علیهم السلام، اول امام زمان صلوات الله علیه، بعد هم در رجعت به دست سایر ائمه معصومین علیهم السلام خواهد افتاد. لذا می‌فرماید فهذه الآیه جاریتون فینا الى یوم القیامه. این یک روایت که برای ما کاملا روشن می کند که این آیه شریفه درباره وجود مقدس آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. در همین جا باز از مفضل روایت شده و رویه انه روایت شده انه تلیا به حضرتهی علیه السلام. اگر رویه بگیم روایت شده و روا بگیم یعنی خود مفضل روایت کرده است، انه تلیا به حضرت پیش امام علیه السلام کسی این آیه را خواند و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض الی آخر. بعد اونجا داره فحملتا عیناه علیه السلام، دو چشم امام صادق علیه السلام پر از اشک شد وقتی که این آیه در خدمتش خوانده شد. بعد فرمود، توجه بفرمید، بعد امام صادق فرمود نحن والله المستضعفون، ما هستیم مستضعفی که خداوند متعال در این آیه سوره قصص بیان فرموده. اونی که مستضعف شدن، اونایی که حقشون رو گرفتن، اونایی که در خوف و شدت و ناراحتی بودن، ما و شیعیان ما بودند. چشمان حضرت پر از اشک شد. این روایت و روایت قبلیش، روایت قبلی بهار جلد 24
صفحه 168 و روایت بعدی که باز از مفضل است، بهار جلد 51 صفحه 63. خب این دو روایت داره که نماد استضعاف بعد از پیامبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام، و همچنین روایات دیگری داریم که می‌فرماید نماد استضعاف در زمان امامان معصوم ما شیعیان اونا هستند، همانطوری که در زمان موسی پیروان موسی هم در استضعاف بودند، شیعیان آقا امیرالمؤمنین علیه السلام الی یومنا هذا در حالت استضعاف هم. همان گونه که خود اهل بیت علیهم السلام مورد ستم و بیمهری قرار گرفتند. این روایت هم خوب توجه کنید، روایت بسیار عجیبیه. ان سویر ابن ابی فاخته قال لی علی ابن الحسین علیه السلام، این آقا عرض می کند به من فرمود امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، اتقرأ القرآن؟ ای سویر، آیا قرآن را می خوانی؟ قال قلت نعم، بله من قرآن می خونم، من اهل قرآن هستم. قال فقرأت قاسین میم، آیا این آیه شریفه سوره قصص که براتون تلاوت کردم که اولش تا سین میم است، آیا این آیه شریفه رو تا سین میم سوره موسی و فرعون، آیا این رو قرائت میکنی که درباره حضرت موسی و فرعون است؟ قال سبعیل میگه قال گفتم فقرأت اربع آیات من اول سوره، شروع کردم سوره رو خدمت آقا امام سجاد علیه السلام خواندم. فقرأت اربع آیات من اول سوره الى قوله تا رسیدم به اینجا و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این رو که خوندم حضرت فرمودن فقال لی مکانک، همینجا بمان، حسبک بس است، دیگر نخوان. بعد امام فرمودن آقا امام سجاد صلوات الله و سلام علیه والذی بعث محمدا بالحق صلی الله علیه و آله و سلم بشیرن و نذیرا ان الابرار منا اهل البيت و شیعتنا کمنزلت موسی و شیعته، فرمودن قسم به اون خداوندی که پیامبر آخر الزمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را فرستادن به عنوان بشیر و نذیر، بشارت دهنده برای امت و انذار کننده امت، فرمودن ان الابرار منا اهل البيت، ابرار و نیکان از ما اهل البيت هستند که خداوند در آینده زمین رو در دست اونها قرار خواهد داد. و شیعتنا، شیعیان ما هم کمنزلت موسی و شیعته، شیعیان ما هم مانند به منزلت موسی و شیعیان موسی هستند، همونطوری که موسی علاوه بر نبی جناب علیه و علیه السلام شیعیانی داشت و آنها را خداوند به وسیله موسی نجات داد، شیعیان ما را هم به وسیله ما امامان معصوم ان شاء الله از این حالت خوف و ناراحتی و مشکلات
نجات میده. این حدیث شریف باز دلالت میکنه بر این که این آیه هم برای ائمه معصومین و هم برای شیعیان اوناست. تفسیر فرات اگر خواستید یاد داشت بفرمایید صفحه 314 و همچنین کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 24 صفحه 171. بعد اونجا داره در نقل دیگری درباره همین روایت نقل دیگری هم نقل میکند مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه که حضرت این چنین فرمودند، یعنی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمودن والذی بعث محمدن بالحق صلی الله علیه و آله بشیرا و نذیرا ان الابرار منا اهل البيت و شیعتهم به منزلت موسی و شیعته. بعد اینو اضافه دارن و ان عدونا و اشیاءهم عدو ما پی اونهایی که دشمن ما هستن و پیروان دشمنان ما به منزلت فرعون و اشیاء. اونا هم فرق نمی کنن، دشمنان ما همون فرعونیانی هستن که اون موقع بودن، امروز قیافه هاشون فرق شد کرده. حالا توضیح مفصل باز در روایت دیگه این رو معلوم میکنه که اینها کیا هستن. خیلی روایت عجیبیه. بعد میفرماد به منزلت فرعون و اشیاء. این حدیث هم در کتاب شریف تعویل الآیات که این کتابی است که درباره آیات قرآن کریم تعویلا رو اونجا نوشته از ائمه معصومین علیهم السلام صفحه 407. درباره این که فرعون و فرعونیان در زمان ائمه معصومین علیهم السلام و بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونا کیا بودن، ما باید بشناسیمشون، معرفیشون کنیم. لذا روایت داره قال صادق علیه السلام، باز به مفضل که یکی از اصحاب حضرت است، حضرت این چنین میفرماید خیلی ما رو سفارش میکنن به خواندن قرآن با تدبر و اینکه تنها ظاهر قرآن رو نگاه نکنید، تعویل قرآن رو هم ببینید. اکثر این آیات تعویلش درباره ائمه معصومین علیهم السلام است و اونجایی که مذمت درش شده یا عذابی درش هست درباره دشمنان اهل بیت علیهم السلام است. امام صادق می‌فرماید یا مفضل لو تدبر القرآن شیعتنا لما شکو فی فضلنا، اگر شیعیان ما تدبر می کردن در قرآن هرگز درباره ما و فضل ما و مناقب ما شک نمی کردن. اونی که شک و تردید داره به خاطر اینکه قرآن رو همینطور می خونه و میره. شما الان نگاه کنید در مسجد الحرام، در مسجد النبی صلی الله علیه و آله چقدر مردم نشستن همینطور قرآن رو میخوانن. آیا اینا دلیل بر این است که اینا واقعا قرآن رو بهش عمل میکنن، تدبر در قرآن میکنن، تفکر در قرآن میکنن، تأویل قرآن رو میدونن چیه؟ میفرماید که اگر شیعیان ما، امام صادق از ما توقع داره، از اونایی که توقعی نیست عزیزان من، از اونا توقعی نیست، از ما شیعیان توقع داره که ما تدبر کنیم در خواندن قرآن. لو تدبر القرآن شیعتنا، اگر شیعیان ما در این قرآن تدبر میکردن لما شکو فی فضلنا، هرگز در فضل ما و مناقب ما هرگز تشکیک نمیکردن، تردید به خودشون راه نمیدادن. بعد میفرماید که
اما سمعوا قوله عز و جل، آیا شیعیان ما نشنیدن قول خداوند متعال را که در قرآن کریم می‌فرماید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین؟ این آیه به گوش اونها نخورده؟ و نمکن لهم، بعد می‌فرماید فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. آیا تدبر در این آیات نکردند؟ والله، این رو خوب توجه بفرمایید عزیزان، والله یا مفضل، مطلب مهمه که امام قسم میخوره، والله یا مفضل ان تنزیل هذه الآیه فی بنی اسرائیل، تنزیل این آیه شریفه درباره بنی اسرائیل بود، یعنی شأن نزول این آیه، ظاهر این آیه شریفه درباره بنی اسرائیل. ما چیکار داریم به بنی اسرائیل؟ ما باید قوم خودمون رو ببینیم، الان از این استفاده کنیم، از این ما باید برای اونی که احتیاج داریم استفاده کنیم. ان تنزیل هذه الآیه فی بنی اسرائیل و تعویلها فینا، تعویل این آیه در ماست، در ما اهل بیته. یعنی اگر خوب کسی توجه بکنه میبینه این آیه و نرید و انمن علی الذین استضعفوا، خداوند میگه من اراده کردم بر اون کسانی که استضعاف دارن، انمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه، اونها رو امام قرار بدم. لذا میفرماد تعویلها فینا، ما امامان هستیم. بعد میفرماد و ان فرعون و هامان تیمون و عدی، فرعون هامان این امت را هم اگر میخواهید بشناسید، امام صادق میفرماد این فرعون تیم و عدیه، اون دو نفری که قصف کردن خلافت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و السلام را. این آیه آمده فرعون رو به ما معرفی میکنه، این آیه آمده هامان رو به ما معرفی میکنه. هامان این امت کیه؟ فرعون این امت کیه؟ و از آن طرف اونی که انت منی به منزلت موسی، انت منی به منزلت هارون من موسی، اون رو به ما معرفی میکنه، اون وجود مقدس امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تعویل این آیه درباره ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین است. این حدیث شریفم که بسیار حدیث زیبایی بود در کتاب شریف بهار جلد 24. خب بالاخره ما از این روایت و روایات دیگر استفاده می‌کنیم که مستضعفان بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آقا امیرالمؤمنین و ائمه معصومین و شیعیانشون هستند. آیا این مستضعفان روزگار درخشانی هم دارند که ما امیدوار باشیم به اون روز که خداوند انشاءالله این مردم رو از این حالت استضعاف نجات میده؟ روزی خواهد آمد که میبینیم سر تا سر گیتی پر از عدل و داد و آسایش و آرامش و نشاطه. آیا میتوانیم از این آیه شریفه و از این روایات اون رو استفاده بکنیم یا نه؟ این روایات رو هم باز خوب توجه فرمایید در تفسیر همین آیه سوره قصص آیه 4 الی آیه 6 که شما حتما در خانه باز این رو مطالعه خواهید کرد با تدبر و تفکر. امام باقر صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنند ان ابیه ان جده امیر المؤمنین علی علیه السلام فی قوله تعالی
و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. امام باقر می فرماید جد بزرگوارم آقا امیر المؤمنین فرمود هم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینهایی که خداوند اراده کرده منت بگذارد بر اونها، زمین رو در اختیار اونها قرار بده، سیطره زمین در اختیار اونها قرار بگیره، اونها آل پیامبر ما هستن. یبعث الله مهدیهم، خداوند متعال مهدی آنها را مبعوث خواهد کرد، بعد جهدهم، بعد از اینکه اینا تلاش زیادی کردن، زحمات زیادی رو کشیدن این شیعیان ما، فیعزهم و یذل عدوهم. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد آمد، فیعزهم، عزت میدهد کیا رو؟ شیعیان را، اینایی که در حالت استضعاف بودن، و یذل عدوهم و دشمنانشون رو هم ذلیل میکنه. شما در دعای ندبه میخوانید چی؟ این معز الاولیاء و مذل الاعداء. این روایت همونو میفرماد، اونی که شیعیان رو عزیز میکنه حضرت هستن، اونی که دشمنان شیعه رو ذلیل میکنه انشاءالله باز وجود مقدس آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا هستند. خب این روایت هم در کتاب شریف منتخب الاثر و همچنین کتاب شریف بهار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 99 صفحه 106، این روایت آیه رو که تعویل می‌فرماید، می‌فرماید اصلا آیه ازش استفاده می‌کنیم درباره حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف ناظر شده که به وسیله وجود مقدس امام زمان ولی الله الاعظم انشاءالله مردم و شیعیان از این استضعاف و از این ناراحتی ها نجات پیدا خواهند کرد. در همین باره حدیث دیگری رو باز خدمتون عرض کنم که وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمدند، اون موقع حالتی که ایشون داشتن چه حالتی بود، چقدر لذت می برد امام عسکری صلوات الله علیه که این فرزند عزیز خودش رو نگاه میکنه. وقتی که به دنیا آمدن، حکیم خاتون، جناب حکیم خاتون سلام الله علیها که عمه گرامی امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه است، میگوید که دیدم که امام عسکری به فرزند کوچکش فرمود قال تکلم یا بنیه، ای فرزند من، ای پسر عزیز من، صحبت کن، تکلم کن، که تکلم تو روح من رو زنده می کند، من پدرم، دوست دارم که تو هم برای من حرف بزنی. تکلم یا بنیه، فقال علیه السلام، امام زمان فرمودن اشهد ان لا اله الا الله، وقتی که به دنیا آمدن شهادت دادن بر وحدانیت خداوند متعال، و سنا به صلات علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات فرستادن بر جد بزرگوارشون و علی امیر المؤمنین و بر علی امیر المؤمنین. این مهمه که حضرت وقتی به دنیا آمدن گفتن که صلوات و سلام علی علیین امیر المؤمنین، امیر المؤمنین رو هم اونجا اضافه کردن به خود علی علیه الصلاه و السلام، نفرمودن فقط بر علی، نه، سلام، السلام علی علیین
امیر المؤمنین و ائمه صلوات الله علیه اجمعین. یک به یک ائمه رو نام بردن، درود و صلوات رو بر اجداد طاهرین خودشون فرستادن، حتی وقف علی ابیه علیه السلام تا به پدر بزرگوار خودشون امام حسن عسکری علیه السلام رسیدن و بر ایشان هم صلوات فرستادن. ثم اینجا شاهد عرض ما اینه، ثم تلا هذه الآیه، سپس این آیه شریفه رو تلاوت کردن. آقا و نرید و انمون علی الذین تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی اصلا من آمدم که این اراده خدا بر روی زمین محقق شود. اونی که میتواند اراده خدا را حتمی و قطعی بکند و مردم را از ظلم و ستم فرعون و فرعونیان هر زمان نجات بدهد، او مهدی آل محمد علیه الصلاه و السلام. برای تکمیل عرایزم و ختم عرایزم، باز از دعای شریف افتتاح این رو خدمتتون عرض میکنم که شبها انشاءالله موفق میشوید. این دعایی که از خود آقا امام زمان علیه السلام وارد شده میخوانید. عرض کردم بسیاری از کلمات این دعا اشاره به آیات قرآنی دارد که درباره وجود نازنین امام دوازدهم صلوات الله و سلام علیه است. اونجا داره الحمدلله الذی یؤمن الخائفین، خدایی که خائفین و کسانی که خائف و ترسناک هستند به اونها آرامش میدهد، امنیت میدهد در موقع ظهور حضرت، و ینج صادقین و یا صادقین و ینج صادقین تشریح داره و صادقین و عرض کنم که کسانی که راستگو هستن اونها رو نجات میده. صادقین در روایت داریم ائمه معصومین علیه السلام و ینج صادقین و یرفع المستضعفین، خدا مستضعفین رو بالا میبره. از همین آیه شریفه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض استفاده شد. و یزع المستکبرین، فرعونیان از بین خواهند رفت. و یهلک ملوکا، ملوک و پادشاهان روی زمین به واسطه امام زمان علیه السلام همه هلاک خواهند شد و یک حکومت واحده در اون زمان خواهد بود و اون هم حکومت واقعی آقا امام زمان. و یستخلف آخرین، که این آخرین وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. نتیجه عرایز من این شد که از این آیه چهارم تا ششم سوره قصص استفاده ها کردیم که این آیه درباره وجود نازنین امام زمان علیه السلام تأویلش است، گرچه تأویلش تنزیلش درباره موسی و فرعون است، اما تأویل واقعیش مال ائمه معصومین و حضرت امام مهدی عجل الله فرجه الشریف است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.